أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن شاء الله بحول قوة الهی توفیقی است که از این نوبت و گفتگو آیات مبارکه سوره شریفه نساء رو محضر مبارک عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار آغاز میکنیم. بر تقدیر سوره مبارکه نساء از سوره هایی است که در مدینه بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، یعنی در شمار سور بعد از هجرت بر نبی مکرم است و به همین خاطر این توقع رو داریم که در این سوره مبارکه حضرت باری تعالی پاره از احکام و قوانین اجتماعی و فقهی شریعت رو هم مطرح می فرماید. نام این سوره نشان دهنده این است که در این سوره به بیانی بانوان و زنان سهم به سزایی دارند. علت نامگذاری این سوره از سوی معصومین تکرار خود این کلمه النساء در میان آیات شریفه این سوره مبارکه است. البته در فضل روایت و به اصطلاح قرائت این سوره هم فراوان سخن داریم که به نوعی به آمرزش و غفران الهی و گشادگی و انبساط در امر رزق اشارت شده است در روایات معصومون که به همین مقدار بسنده میکن. بدون دفع وقت بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. خطابی رو که مشاهده می‌فرمایید در آغاز این سوره شریف وجود دارد، گسترده ترین و وسیع ترین خطاب الهی در قرآن است. یا ایها الناس، ای مردمان. کلمه ناس احتمال دارد از جهت ادبی مخفف اناس باشد، بر تقدیر به معنای عام بشریت، یعنی اسم جنسی است که تمام افراد جامعه انسانی رو این اسم در بر میگیرد. جنسیت در اون مطرح نیست، هیچ صنفیت در اون مطرح نیست، تمام انسان ها مشمول این خطاب گسترده و وسیع و فراگیر قرآنی هستند. یا ایها الناس. اقتضاء اصلی خطاب های الهی هم همین است، یعنی شرایع الهی برای عموم انسان ها آمدن، مخصوصا شرع مقدس اسلام که آخرین دین و آخرین شریعت بر قلب نازنین آخرین سفیر و فرستاده الهی نازل می شود، طبیعی است که قاعدتا اون گستردگی خاص رو در پیام های این شریعت باید ملاحظه کنیم. قرآن حاوی خطاب های عمومی برای جامعه بشریت است، به همین خاطر خطاب اصلی در این کتاب یا ایها الناس است. اگر احیانا شما در بسیاری از موارد تغییر خطاب رو میبینید و اسلوب به یا ایها الذین آمنو بدل میشود، این به نوعی احساس مسئولیت ایجاد کردن برای متدینان به این شریعت است. یعنی اختصاص این خطاب به اهل ایمان نیست، از باب این که اهل ایمان گوش به فرمان و آمادگی بیشتری برای انجام وظیفه دارند، سخن را روی با صاحب دلان است. خداوند این گروه رو خطاب میکند که دیگران هم به عنوان اسوه و الگو اهل ایمان رو پیش روی خودشون قرار بدن و از اونها اقتباس کنن و شیوه رفتاری خودشون رو اتخاذ کنن. و الا خطاب یا ایها الذین آمنو در قرآن خطاب اصلی نیست، خطاب اولیه همین گفتار
به تعبیر گسترده یا ایها الناس است. فرمود یا ایها الناس، بنابراین خطابی است برای همه انسان ها. یا ایها الناس اتقوا ربکم، خطابی که در اینجا مطرح می شود به دنبال آن دستور اتقوا می آید، دستور تقوا. بنابراین تقوا راهکاری است که حضرت باری تعالی برای همه انسان ها پیشنهاد می کند. اون راه اصلی هدایت و وصول به تربیت الهی از نظر قرآن کریم تقواست، نام اون تقواست. به همین خاطر میبینید که اتقوا ربکم، یعنی به دنبال کلمه تقوا هم صفت ربوبیت پروردگار مطرح میشود. تقوای رب، یعنی این تقوایی است که شما رو متصل میکند به تربیت خداوندی. تأکید بر صفت رب که نماد تربیت و ربوبیت الهی است، اتصال تقوا و تربیت رو کاملا برای ما نشان میدهد. آدمیان توجه کنید، بدانید که راه وصول شما به تربیت خداوندی تقواست و شما رو توصیه میکنیم به تقوای الهی. دیگه چون پیرامون تقوا سخن بسیار گفته ایم و به نگاه های متفاوت به این مقوله در طی مباحث تفصیلی نگاه شده است، دیگه اجازه بفرمایید که از این راجع رد شیم. انشاءالله باز در جایگاه های دیگری اگر ضرورتی بود به این سخن خواهیم پرداخت. فرمود تقوای پروردگارتون رو پیش گیرید. الذی خلقکم من نفس واحده، اون پروردگاری که خالق شماست و شما رو از یک جان و نفس واحده آفریده است. اما نکته قابل توجهی که اینجا کاملا باید تذکر داده شود این است که خداوند سبحان قبل از اینکه اشاره به خلقت انسانها داشته باشد، به تقوا و تربیت انسانها اشاره می کند. یعنی از جهت منطقی اینجا ما ترتیب خارجی رو مشاهده نمی کنیم. گاهی اشاره شده از خدمت عزیزان در آغاز سوره مبارکه الرحمن شما چنین چیزی رو میبینید که به تفصیل اونجا سخن گفتیم، وقتی که حضرت حق مطرح میکند الرحمن علم القرآن، به دنبال اون خلق الانسان. جای این سوال مطرح است که هنوز شاگرد به مدرسه و کلاس نیامده است، معلم چرا تدریس و تعلیم را آغاز میکند؟ الرحمن علم بعد خلق، آیا ابتداعا نباید این باشد که الرحمن خلق الانسان بعد علم القرآن؟ ابتداعا انسان را آفریده است بعد تعلیمش میدهد، نه اینکه اول تعلیم بدهد بعد بیافریند. چرا این ترتیب خارجی منطقی فرو ریخته است و شکل دیگری پیدا کرده است؟ در اینجا اشاره شد که حضرت باری تعالی اون علت قایی و اون قایت قصوای خلق انسان و فلسفه وجودی آدمیان رو ابتداعا تذکر میدهد، اونی که مهمتر است برای انسانها. آدمیان بدانید قبل از این که بحث خلق شما مطرح شود، علت وجودی شما و علت قایی شما رو مطرح میکنیم که چیست؟ تعلیم رب است. الرحمن علم القرآن. شما آدمیان اگر به صحنه خلقت پانهادید اما بیگانه از تعلیم رب باشید، گویا که طعم خلقت رو نچشیده اید، اون معنای حقیقی آفرینش در وجود شما محقق نمی شود. زمانی شما اون مخلوقات قابل قبول خداوند هستید که شما دمساز با علم القرآن باشید. اگر تعلیم الهی در وجود و جانتون بنشیند و نمای الهی در کوی وجودتون تنین انداز، شما اون مخلوقی هستید که در پهنه این خلقت خداوند سبحان و خالق اراده حضور اون رو دارد. پس میبینیم علت وجودی انسان قبل از وجود اون تذکر داده میشود. در اینجا هم قصه همین است، یعنی قبل از این که بفرماد خلقکم من نفس واحده، فرماد اتقوا ربکم، یعنی بدانید بودن شما در گرو تقواست. اگر انسان مخلوق برجسته الهی ملتزم به لوازم تقوا و آراسته به زینت پرهیزگاری به معنای واقعی اون باشد، اون مخلوق برجسته خداوند است. اون انسانی است که در آفرینش الهی جایگاه ممتاز خودش رو احراز میکنه. پس بنابراین باز هم میبینیم علت قایی و فلسفه حضوری انسان که بحث تقواست و تربیت آدمیان، ابتداعا قبل از خلقتشون تذکر داده میشود. فرمود اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده.
تأکید برای این قصه رو در قرآن بارها در موارد متعدد میبینید عزیزان. این اسناد و انتساب خلقت انسان به خداوند سبحان، این که خدا اصرار دارد که ما آدمیان رو دست پخت و دست پرورده وجود خودش در آفرینش و خلقت ببیند و مستقلن ما رو نسبت به حضرت خود بدهد. در بعضی از آیات شریفه این جمله رو میبینید: ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. آیا این انسان ها این تصور رو میتوانند بکنند که از هیچ آفریده شدند؟ هیچ مبدعی برای وجود اینها نیست، هیچ دستی به میان نیامده است که چنین مخلوقی رو ایجاد کند، هیچ علتی برای حضور اینها و وجودشون دیده نمی شود. آیا معلول بلا علتند؟ مخلوق بدون خالق و بدون پدید آورنده اند؟ پدیده بدون پدید آورنده یا تصور عقلی دارد برای انسان ها؟ ام خلقو من غیر شیء؟ این 50% اول. دوم، این که نفی شد، نمیتوان مخلوقی رو تصور کرد، یه معلولی رو که علت نداشته باشد، یه مسببی برای حضور این پدیده وجود نداشته باشد. نکند که بگوییم این انسان ها خودشون عامل ایجاد خودشون هستند؟ ام هم الخالقون؟ آیا این فرض درسته؟ انسان میتواند خود پدید آورنده خود باشد؟ نه، چنین چیزی هم نیست. یعنی ما انسان ها خودمون هم اعتراف میکنیم که ما خودمون رو ایجاد نکردیم، خودمون این وجود و ساختار و این سیستم مادی و معنوی رو به وجود خودمون ندادیم. این رو هم ما معترفیم و قائلیم. خب تا اینجا قسمتی از کار. پس آیا این وجود اگر خالقی میخواهد، پدید آورنده ای میخواهد، خود ایجاد خیش نمی کند، از عدم و نیستی و هیچ پا به وجود نمی گذارد، بالاخره یه علت شروعی، یه نقطه ابتدایی و یه عاملی برای ایجاد اون وجود دارد، این عامل چیست؟ آیا میتواند انسان موجودی باشد براینده تعاملات طبیعی خلقت؟ آیا تصادف های آفرینش ممکن است منتهی به وجود موجودی چون ما باشد؟ آیا این میشه تصور بشه برای خود ما؟ این طبیعت و این جهان و این کائنات با این فعل و انفعالاتی که دارند، به ظاهر ما اعتقاد داریم که این طبیعت متفکر نیست، یعنی در ذات این خلقت و آفرینش قوه تأمل و اندیشه وجود ندارد. این طبیعت رو ما دارای احساس، دارای عشق نمیدانیم به اون معنایی که ما از احساس و عشق میفهمیم و درک میکنیم. آیا این طبیعتی که منشأ تفکر نیست، چگونه موجودی متفکر از دل او ایجاد میشود و پای به هستی مینهد؟ آیا میتواند این جهان و کائناتی که در اون قوه تعقل نیست، موجودی متعقل و صاحب تأمل ایجاد کند که بتواند با نیروی تعقلش خود این طبیعت رو این سو با اون سو کند و در اون تصرف ایجاد کند؟ آیا این پدیده، این طبیعت بدون احساس و بدون عشق میتواند موجودی سراسر مملو و از احساس و انباشته از عشق ایجاد کند؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ این طبیعتی که نچشیده است این لذت ها را کجا میتواند بچشاند؟ این لذت ها را به وجود این موجود؟ نه، باید این وجود از صحنه آمده باشد، از کوی آمده باشد که تمام تعقل و اندیشه از اونجا سرچشمه میگیرد، باید از وادی آمده باشد که تمام عشق از اونجا نشأت و ریشه میگیرد، که در جان این وجود ریخته شده است و خاک دلان روز که میبیختند شبنمی از عشق در او ریختند. باید چنین اتفاقی افتاده باشد. این رو خداوند سبحان تعمد دارد که در قرآن اشاره مستقیم بارها و بارها به اون داشته باشد. ما او رو مستقیما به دست قدرت خودش نسبت بدهد. خمرت طینت آدم 40 صباحا، یا اون تعبیری که به یدیه با دست خیش میخوانم الان حدیث را و کلتا یدیه یمینون. ما با دست خودمون شما را آفریدیم انسان ها، و این دو دست الهی دست راست است. حالا توضیحش رو لابلای روایت که حفظ کنم بازگو میکنم. این یه افتخاری است، این یه استنادی است، یه هویت بخشی است برای ما انسان ها که خودمون رو مستند به دست قدرت بخش و آفریننده بزرگ خلقت ذات باری تعالی بدانیم، و این تأکید فراوانی در قرآن دارد. فرمود اتقوا ربکم الذی خلقکم. این تا اینجا.
اما به دنبال اون فرمود من نفس واحده. از حساس ترین آیات شریفه قرآن در مورد خلقت انسان همین آیه نخستین سوره مبارکه نساء است که دیگه حرف و سخن و کلام پیرامون این آیه شریفه در میان مفسران بسیار است از جهات مختلف. حالا مقداری که لازمه بحث است و مستعد برای تقدیم خدمت عزیزان من بازگو میکنم. فرمود خلقکم من نفس واحده. کلمه نفس در قرآن کریم گاه بر کل وجود یک انسان گفته می شود، گاه بر بعد انسانی و معنوی انسان یعنی جان آدمی، جان انسانی ما گفته می شود. گاهی سخن از آن است که کل نفس زائقة الموت، اینجا نفس یعنی انسان، یعنی شخص، یعنی تمام اشخاص می میرند و انک میت و انهم میتون، شما هم میمیرید پیامبر و همه آدمیان اهل مرگ خواهند بود و هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. گاهی کلمه نفس نه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، اینجا دیگه نفس همون جان پرورده آدمیان است، اون نفس تکمیل شده و اون نفوس محیای انسان‌ها که آماده برای پرواز و پرگشایی به سوی مصدر واقعی خیش و حضور در محضر پروردگارشون خواهد بود. اینجا دیگه این تن حمال به کار نمی آید، دیگه این در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، کیس بیگانه تن خاکی تو که از برای اوز غمناکی تو به کناری می رود، دیگه اون در قفس بگشایید تا پری بزنیم. اینجا نفس جان و روح آدمیان است که در کلام الهی مورد خطاب قرار می گیرد. در اینجا فرمود خلقکم من نفس واحده، مثل اینکه اینجا این نفس واحدهی که خداوند سبحان مطرح میکند مراد شخص است، یعنی ما شما را از یک تن، از یک جان، از یک شخص، اون هم تأکید میشه نفس واحده، از یک شخص تک، خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، از همون نفس واحده این که خداوند آفرید، از همون نفس واحده زوج او را. و ادامه آیه، سخن بسیار اینجا باقی ماند. ما شما آدمیان را آفریدیم از نفس واحده، صراحتی رو در این کلام میبینیم که یک شخص واحد رو خداوند سبحان سرمنشه اصلی وجود آدمیان در روی کره خاک و بسیط زمین معرفی میکند. این شخص واحدی که در اینجا مطرح میشود دو احتمال دارد، یا اینکه مراد از این شخص واحد یعنی یه شخص حقیقی واحد، یعنی این وحدت وحدت شخصی است، یعنی مراد یه شناسنامه اسم نام نام خانوادگی است، یه انسان این چنینی است، یا نه این شخص یعنی یه سمبل، یعنی یه وحدت به اصطلاح شخصی، نه وحدت نوعی جنسی، آیا این است یا آن است. بر اساس صریح تمام آیات شریفه قرآن احتمال نخستین است، یعنی خداوند از یه شخص حقیقی در اینجا سخن به میان می آورد، نه یه شخصیت اعتباری، یعنی یه کسی که نام اون مطرح است، این شخصی است که نام اون رو خداوند سبحان یا آدم اسکن انت و زوجک، اون رو با عنوان آدم مورد خطاب قرار می دهد، خدا با او گفتمان دارد، او با خدا سخن می گوید، دست در دست زوج خیش می نهد، لا تقربا هذه الشجره به همون گفته می شود، به این درخت نزدیک نشوید، این چنین کنید، اون چنان کنید، بدت لهما سوءاتهما، زشتی ها رو شدن، کاملا خداوند یک گزارش واقعی از یه شخص خارجی داره برای ما مطرح می کند. این رو میگویم که این تصور و توهمی که حتی گاه در بعض از قلمهای تفسیری هم حالا در بعض از نهلها و مکتبها جاری شده است، اون رو از ذهن عزیزان دور کنیم. آیات شریفه قرآن تصریح دارد که این شخص واحد شخص بیرونی و خارجی است مثل ما، یعنی یه شخص خارجی واقعی است که نام اون هم آدم است. خب این نامی که خداوند بازگو میکنه، حالا اون شریک اون
رفیق همراه و بارکش مشکلات و اون کسی که بعد به صحنه می آید، اون رو انشاءالله الان بازگو می کنیم و می خونیم که نام اون شخص در قرآن نیومده و با تعبیر دیگری هست باری تعالی از اون یاد می فرماید. پس این نفس واحده یعنی شخص واحد، نسبت به حضور این شخص واحد یعنی ما این آفرین خلقکم من نفس واحده، ما شما رو از این شخص واحد را آفریدیم، میبینیم که این کس رو قرآن خلقت مستقل برای اون بازگو میکند. یعنی چه؟ یعنی آیات شریفه رو که کنار هم دقیقا میچینیم، بدع یعنی چی بدع؟ یعنی نقطه آغاز. بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله سلاله من ماء مهین. خداوند اشاره میکنه که ما آغاز کردیم خلقت این انسان را از طین. این همان آدمی است که خداوند در آیات دیگر اشاره میکنه که این آدم رو ما از طین لازب، از گل چسبنده آفریدیم. آب با خاک در هم تنیده شده است، اونگاه آمادگی و به اصطلاح اون کارهای لازم بر روی اون انجام شده است و به نوعی گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند و اونگاه این وجود پای برسه هستی می فیضا سویته و نفخت و فی. وقتی این گل تنیده شد، این تندیس ایجاد شد و نفخه ما در اون دمیده شد، اونگاه گفتیم ملائکه بر اون چه کنید؟ سجده کنید. خدا به کی گفت سجده کنن ملائکه؟ اسجدوا لآدم. پس این سجده مال کیست؟ مال آدم. پس اون کسی که خدا قصه خلق او را از آب و گل روایت در قرآن می کند همین آدم است، کسی دیگه ای نیست. بدع خلق الانسان من طین، خدا ابتدای خلق این آدم رو مستقلا بازگو می کند در کلام خیش. پس این یه موجودی است مستقل، این یه موجودی نیست که در سیر تطور تکامل و جهش های خاص طبیعی طبیعت پای برسه حضور و وجود نهاده باشد. این یه خلق مستقلی دارد. این همون بحثی است که گاهی در مباحث زیستی با عنوان بحث خلقت مستقل یا همون خلقت فیکسیسم در مورد حضرت آدم اشاره میشه در مورد مبدع وجودی. استحضار دارید که ادیان الهی در این جهت مشترکن، هیچ اختلافی بین ادیان نیست. یعنی یهودیان صاحبان تفکرات مسیحی در مکتب عیسی و پیروان مکتب خاتم انبیا همه این اعتقاد رو در مورد این موجود نخستین دارند، یعنی در مورد این انسانی که فرزندان او را بنی آدم میگوید قرآن و همه ما بنی آدمیم. یعنی تا پایان این دهر و تا پایان این زمین که بچرخد و بگردد هر آن موجودی که به نام انسان پا بر روی این زمین میگذارد همه بنی آدمند، تمام فرزندان اون آدم نخستین و شخص اول خواهند بود. لذا حتی بر فرزندان اون هم از جهت علمی آدم گفته نمیشه، همه اونها بنی آدمند. هیچ کدام از ما برای خودمون آدمی نشدیم، اونی که آدم است هموست. ما بنی آدمیم و همه ما انسان گفته میشه اما آدم گفته نمیشه، طبق اون چه در استعمالات قرآنی و روایی خدمت عزیزان عرض میکنم منظر ما رو. خب این آدم بدع خلق الانسان، ابتدا خلق اون رو هم مطرح میکنه، اما همینجا حاجت به ذکر این کلام خدمت عزیزان خواهد بود که بحث جامعی باشد. این سخنی که ما میگوییم آدم سرمنشأ بنی آدم است در کنار اون شریک او که خدا نام اون رو هم الان مطرح میکند، این نه به معنای این است که در روی این زمین قبلا خبری نبوده است. این نه ادعای این است که آدم نخستین جنبنده زنده با این قد و قواره این چنینی در روی کره زمین است، نه، چون خلق این انسان از جهت زمانی، وجود و حضور این آدم از جهت زمانی دیرینه بسیار زیادی ندارد.
ما تاریخ دقیقی رو بازگو نمی کنیم، اما اگر احتمالات ریاضی و آماری رو به کار ببندید، اصلا گزارش مذهبی رو به کناری بگذاریم، یک جمعیت 6 میلیاردی بگویید 6 میلیارد خورده ای و 7 میلیاردی امروز روی زمین رو بیایید واقعا با محاسبات دقیق ریاضیوار تمام احتمالات رو در نظر بگیرید، مرگ ها، جنگ ها، کشتار ها، بلایای طبیعی، تمام سوانه حوادث رو در نظر بگیرید، این رو یه تنزل حسابی بدید، ببینید کی برمیگردد به عدد 2. این مسلم قاعده ریاضی داره، یعنی در بومشناسی این کاملا بحث میشه. شما این رو بیاید تنزل بدید، یک 2 رو الان شروع کنید به تکثیر، ببینید 2 کی به 7 میلیارد میرسد. این چیزی بین نمیدانم، تصور بفرمایید 12,000 سال، 13,000 سال، 15، بیش از اینا نخواهد بود. یعنی دقیقاً احتمالات دقیق ریاضی منطقی عقلانی چیزی بیش از این برای ما نخواهد گفت و کاملاً مشخص است که دیرینه این آدم در روی زمین بسیار نیست. اما همینجا عرض کردم این نبی این معناست که قبل از این موجود موجود دیگری در روی زمین نبوده است، بودند که بسیار بودند. یعنی ما یه خلقی هستیم، یه موجوداتی هستیم که منتسب به یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی نسل موجودی مذکر و مؤنث مبدا ایجاد اونها قبل از آن نسلها و خلقهای پیشین در روی زمین. مطالعات طبیعی که کاملا مشخص است در زمین شناسی، ژئولوژی نشان میدهد، در باستان شناسی، آرکئولوژی کاملا نشان میدهد این پدیده هایی که در روی زمین دیده شده است، آثار وجود آدمیان 100,000 سال قبل اون، 200,000 سال قبل اون، 400,000 سال قبل اون، تا فسیل های 600,000 سال قبل اون رو هم گهگاه اشاراتی به اون میکنن. حالا به دقت ها و انضباط علمی این ارزی ندارم، اما مسلم است که قبل از این ادعای دینی در روی این زمین موجوداتی با همین ساختارهای وجودی حضور داشتند. اما از جهت نقل دینی و روایی کاملا این ادعا مورد تایید و مسلم است. 2 نکته و تمام. روایت رو خدمت عزیزان از وجود مبارک امام صادق علیه السلام در توحید صدوق، مرحوم صدوق روایت رو نقل می کند. من این نکته رو خدمت عزیزان عرض می کنم. این کتاب توحید صدوق رو دوستانی که اهل تعمق بیشتری هستید، مرحوم صدوق می دانید این شیخ بزرگوار عجیب آثار پربرکتی برای اسلام داشته است، واقعا عجیب بوده است. خب بالاخره یکی از کتب اربعه و چهارگانه شیعه از آن این مرد است. من لا یحضره الفقیه با اون متانت و زیبایی. تألیفات دیگر این خصال توحید واقعا قابل استفاده و قابل بهره برداری است. یکی از کتاب‌های عمیقی که این بزرگوار گردآوری کرده است در مجموعه روایی همین کتاب توحید صدوق است که روایاتش عمیقه، یعنی از آن متعمقان است و صاحبان فکر، بسیار کتاب پرمغز است. در اونجا این حدیث رو نقل می کند. فتوحید لصدوق عن صادق علیه السلام فی حدیث لعلک ترا ان الله لم یخلق بشرا غیرکم. ببینید بر چه نکته ای تاکید می شود و چه واجهی کلمه بشر. استهزار دارید؟ بشر به چه بعد وجود انسان گفته می شود؟ قل انما انا بشر مثلکم. وقتی مثلیت پیامبر با دیگر انسان‌ها مطرح می‌شود، قل انما انا انسان مثلکم یا بشر مثلکم، نه بشر. بشر از ماده بشره، این قسمتی که از وجود انسان دیده می‌شود، بشره گفته می‌شود، چون ما مثل حیوانات کرک و پشمی نداریم که اون پوست اصلیمون دیده نشود، لذا به ما بشر گفته می‌شود. از ماده بشره می‌آید. اون بعد جسمانی انسان رو بیشتر بر اون عنوان بشر صدق میکنن. التفات دارید؟ در اینجا فرمود لم یخلق بشرن غیرکم، شما گمان میکنید قبل از شما بشر روی زمین نبوده است؟ بلا والله، امام صادق قسم یاد میکنن، بلا والله لقد خلق الف آدم، به خدا قسم که خدا قبل از شما 1,000 آدم آفریده است. آدم شد کی؟ سلسله، یعنی قبل از شما سلسله های بسیاری بودند.
بشرهای زیادی در روی این زمین زندگی کردند. بالاخره شما میگید 1 میلیارد سال از مسکونی شدن زمین میگذرد. از این 5 میلیاردی که این زمین، این منظومه شمسی داره میچرخه، 1 میلیارد سالی که زمین سابقه مسکونی بودن دارد. خب این چه خبر بود از روی این زمین؟ امام میفرماد 1000 آدم، 1000 آدم. استهزار دارد عزیزان که کلمه 1000 در اینجا معنای عدد ریاضی نیست. یعنی اینجا نه 999 به اضافه 1، این 1000 یعنی چی؟ یعنی بسیار، یعنی لیلت القدر خیر من 1000 شهر. یعنی 1000 دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای 1 تن بیگانه کاشنا باشد. این همون 1000 است که در ادب پارسی هم به کار گرفته می شود و از اون استفاده می کنن ادیبان. انتم، حالا امام فرمان انتم فی آخر اولائک الآدمین، شما گیر کردین این اواخر و الا قبل از شما بسیار بودن، شما در پایان این سلسله اید. یعنی ممکن این آفرینش به شما ختم بشه، این دورها، اما قبل از شما بسیار بودند و کدوار آنها گذشته است. مثل این ما روایات فراوان داریم، ان الله تعالی خلق 10000 عالم، خدا 10000 عالم آفریده است. عالم منهم اکبر من 7 سماوات، عوالم این که از این آسمان ها و زمین شما بیشتر و بزرگتر، کار وسعت بیشتری پیدا می کند. یعنی سخن از عوالم دیگر هم و پهنای خلقت می آید. حالا اونی که مربوط باز به بحث خود ماست، لقد خلق الله عز و جل، این از امام باقر علیه السلام، لقد خلق الله عز و جل فی الارض منذ خلقها 7 عالمین لیس هم من ولد آدم، خدا در دل این زمین عالمیانی قرار داده است که اینها هیچ کدام از ولد آدم نبودن، خلق مستقلی بودن قبل از این آدم به این پدر شما. پس این رو ما قبول داریم. یعنی در اسلام کاملا این تبیین شده است و روشن شده است در روایات دینی ما که قبل از این آدم در روی زمین بشر وجود داشته است. اما این نسل موجود ادعای قرآن و ادیان الهی اینه که وابستگان یک پدر و مادرند. اینا سلسله مستقل می دارن که این آدم همانی است که انی جاعل فی الارض خلیفه، این همون انسانی است که خداوند لیاقت خلافت رو در مورد اون مطرح می کنند و به عنوان خلیفه به صحنه می آورند. این قسمتی که لازم بود اینجا گفته بشه. خلقکم من نفس واحده، اما به دنبال اون فرمود و خلق منها زوجها، و خدا از همین نفس واحده زوج او را آفرید. خب مثل این که وقتی می فهمد زوج، پس اون نفس واحده میشه چی؟ میشه تاق. آیا کل از چه تشکیل شده است عزیزان؟ یه کل رو چی تشکیل میده؟ اجزا. تا اجزا کنار هم ننشینند کلی درست نمی شود. مثل این که خداوند دارد اشاره می کند به اون به اصطلاح ترکیب تکمیلی و کلی که مطرح میشه. من که اومد اینجا دیگه بحث جزئیت هست و خلق منها زوجها، یعنی مشخص این آدم که آمد تاق بود، تکمیل نبود، لذا خداوند می خواهد او را زوج کند، میخواهد او را جفت کند تا اون تکمیل لازم رو پیدا کند. از همون اول بحث تکمیل و تکامل در مفهوم وجود انسان نهادینه شد، شد خلقناکم از واجا. یعنی از همون روز اول قصه وجودی آدمیان این طور آفریده شد که انسان ها بالاخره تاقند و تاق، این دو تاق که کنار هم می نشینند می شوند جفت و جفت، اونگاه اون زوجیت محقق می شود در مفهوم وجودی این انسان. اما نکته سوال برانگیز این است و خلق منها، و خداوند آفرید منها از همان نفس واحد زوج آن را، این یعنی چه؟ خب طبق قواعد عرب ما اینجا دو احتمال داریم، یعنی این من می تواند من تبعیزیه باشد، می تواند من تبیینیه باشد. یعنی چی؟ یعنی من بعضیه میتونه باشه، یعنی آفرید از بعضی از همان نفس زوج اون رو، یعنی از بعض از وجود اون خداوند جدا کرد یه چیزی را، اسم اون رو زوج آفرید.
خب این یه احتمال، احتمال دوم و خلق منها، نه این من بیانیه است، تبیین می کند جنس را، یعنی از همان جنس خداوند زوج او را آفرید، بیان جنس می کند نه بیان، نه بعض و بعضیت رو برساند. مثل چی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم، خداوند در میان این امت کسی رو فرستاد، من انفسهم، این من یعنی چی؟ از نفس خود اینها، یعنی از جنس خود اینها. یا همان که در مورد کلیت انسانها خدای سبحان میگوید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، این من یعنی چی؟ یعنی از جزئی از تنتون؟ نه، یعنی از جنس خودتون براتون، از جنس نفس خودتون براتون زوج آفرید. خب در اینجا پس می توانیم بگوییم و خلق منها یعنی از پاره وجودی آدم، یا نه و خلق منها یعنی از جنس خود آدم، از همون جنس نفس واحده خداوند یه موجودی در کنار اون نفس واحده آفرید که شد زوجان. به همین خاطر است که این قصه متاسفانه دست تحریف و تطاول بران دیده می شود. فصل دوم سفر تکوین تورات متاسفانه این رو می بینیم، تصریح به این میشه که آدم به تعبیر عرب ها، کما اینکه این تصریح به اسلام هم کرد که بعضی از کسان این رو گفتن، از ضلع ایسر حوا، از ضلع ایسر آدم آفریده شد، یعنی از دنده چپ آدم. به همین خاطر است که گاه زنان از دنده چپ برمیخیزند، مثلا این رو هم جماعت میگویند. خب این در تورات مثلا گفته شد و بعضی ها هم این رو مطرح کردن. باز من استناد می جویم، چه بهتر به جای قیل و قال برسیم به کلام صاحب حال و صاحب کلام و صاحب مقال، و سخن رو از زبان معصومین خدمت عزیزان سریعا روایت کنم و مطلب رو ختم کنم. انا عمر ابن عبد المقدام، انسان بزرگی است، انا ابی قال سألت ابا جعفر، سوال کردم از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، من ای شیء خلق الله حوا. پس مشخص شد کلمه حوا کجا اومده؟ تو روایات ماست، در خود قرآن نیست. خداوند از چی این حوا را آفرید؟ در مورد آدم که خواندیم بدا خلق الانسان من طین و اینها رو دیدیم، اما در مورد این زوجش از چی آفریده شده است؟ اینم از جنس خودشه؟ یا این نسبت به انسان، نسبت به آدم هم جنس نیست، ناجنس است؟ آیا این است، آن است، کدام است؟ سوالات مطالب. فقال ای شیء یقولون هذا الخلق، قلت یقولون ان الله خلقها من ضلع من اضلاع آدم. امام سوال رو با سوال جواب دادن، فرمودند چی میگن مردم؟ دیگران چه میگویند غیر از ما؟ دیگران چی میگن؟ میگن از کجا آفریده شده است؟ این آقا جواب داد که بله آقا، میفرمان که آفریده شده است از ضلعی از اضلاع آدم، از دنده، از دنده های جناب آدم، حالا اونم اتفاقا از راست نبود و از اون طرف بوده است. مثلا امام فرمودن فقال کذبو، دروغ میگویند، به ناروا سخن میگویند، اکان الله یعجزه ان یخلقه من غیر ضلعه، آیا خدا توانایی نداشت یه خلق مستقلی به آدم بدهد که مجبور بود یه موجودی آفریده است بعد کم آورده مواد اولیه از این برداره، مثل بعضی از تولیدات کارخانه ها از این بردارد مثلا به یه موجودی دیگر به یفساید و چیز دیگری مثلا تبصره‌ای تکمله‌ای مثلا ایجاد کند؟ قلت جعلت فداک ابن رسول الله، ادب رو ببینید، گفتم جانم فدای شما فرزند پیامبر. قلت جعلت فداک ابن رسول الله من ای شیء خلقها، پس از چی آفریده است؟ شما برای ما قضیه را روشن بفرمایید. فقال اخبرنی ابی ان آبائه، پدرم وجود مبارک امام سجاد از پدرانش، ان رسول الله، قال رسول الله در این مورد چنین فرمودند رسول خدا که ان الله تبارک و تعالی، دقت بفرمایید، قبضه من طین، خداوند یک قبضه از جل رو برداشت، فخلطها به یمینه، این جل رو خدا مخلوط کرد، خداوند ورز داد این جل رو. عجیب است،
یعنی خدا با دست خودش این گل رو عمل آورد. حالا دست خدا یعنی بالاخره قدرت خدا این دست نیست، به یمینه. یمین شد چی؟ در کلام عرب دست راست. بعد لذا فرمود و کل تا یدیه یمینون، و دو دست خدا دست راست است. اولا می دانیم خداوند دست ندارد، پس ید در مورد خدا نماد چیه؟ اون معنای قدرت رو می رساند. اما چون در قدرت دست راست قاعدتا در بیشتر از انسان ها، اکثریت انسان ها از دست چپ توان بیشتری دارند، مگر انسان هایی که اساسا چپ دستند، دست راست توان بیشتری دارد. لذا به این خاطر کل تا یدیه یمینون، خداوند تمام دست اون قدرت است، یعنی با تمام اقتدار کامل. فخلق منها آدم، از این گلی که خدای سبحان ماده اولیه که آماده کرد آدم را آفرید. و فضلت فضلتون من الطین فخلق منها حوا، از یه بخش این گلی که آماده کرده بود آدم را آفرید، از اون بخش دیگر آن که باقی بود حوا را آفرید. پس خلقت این بانوی بزرگوار چه شد؟ شد و خلق منها زوجها، یعنی از همان جنسی که خدا آدم را آفرید، از همان ماده و طینت همسر او را هم دقیقا آفرید. پس هر آن چه در وجود آدم است به عینه در وجود همسر او دیده می شود، از بعد یا ایها الناس، از بعد ناس بودن به انسان بودن، هر دو پایا پای به یک ماده انسانی و یک رتبه انسانی آفریده شدند و خلق شدند. دیگه این قصه ها و روایت ها رو امام فرمودند به کناری بگذارید و این سخنان یاور را مطرح نکنید. خب بالاخره این یه بحث مهمی بود، یعنی این که عزیزان میدانند و نمیخواهم خاطرتون مکدر کنم، این که در بعض از مکتب های فلسفی گذشته، در هند باستان، در یونان باستان، حتی در آتن و آکادمیا، سخن از آن برود که جنس زن از جنس مردان نیست، بلکه علی انسان و حیوان و ناطق شامل حال زن حتی نمی شود. این فصل زنان رو داخل خود بر نمی گیرد این تعریف، حتی این سخنان بالاخره بوده است که این سوال ها و این مطالب ایجاد می شد و اون روایات و گزارشاتی که به تحریف در بعض از کتب پیشین دیده شده است. بس و خلق منها زوجها، تا اینجا بحث روشن. اما از اینجا یک باره یه فصل دیگه شروع میشه که بسیار سوالات به دنبال خودش میارد. و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، تا اینجا مشخص شد خداوند یه خلق مستقلی را آفرید، یعنی یک مرد را، یک نفس واحد را، به دنبال اون تصریح میکند که از همان جنس همسر او را آفرید، زوج او را آفرید. ببینید در آفرینش اینها تقدم و تأخر نداشتن دیگه، چون زوجن دیگه، بله. اما چرا آدم اول یاد می شود؟ به دنبال اون بعد همسرش میاد. آدم پیامبر است، آدم پیامبر است، تقدم دارد. حوا امت این پیامبر است که به دنبال اون به صحنه می آید. اون تقدم رتبه و شخصیت و شرافت آدم موجب میشه که ابتدا هم تذکر و دسکار به آفرینش آدم داده میشود. خب حالا و بست منهما، این دوتا شروع کردن به توالد و تناسل، تکثیر و افزایش. کلمه بست خیلی قشنگ، تعبیر زیبایی است. بست به اون انتشار و پراکندگی هنگامی که همراه با به اصطلاح سرعت باشه بست میگن. بس گاهی شما یک گله ای رو از یک کسی مطرح میکنید، یک شکوائیه ای مطرح میکنید، اما 24 ساعت که میگذره این حرف و سخن شما همه جا در گویان ذکر خیرش هر جا که یادش آید، حالا اینجا گویان ذکر شرش هر جا که یادش آید، این در بر سر تمام زبان ها منتشر میشه. شما یه جمله ای میگید، من ز جان جان روایت میکنم، من نیم شاکی، من ز جان جان حکایت میکنم، من نیم شاکی، روایت میکنم. اما این روایت شما بدل به شکایت میشود، بشنو این نه، چون حکایت میکند تبدیل به شکایت میشود، بر سر زبان ها منتقل میشه. اینو میگن بس شکوا در کلام عرب، اصطلاح بس شکوا رو به کار میبرن. پس بس به معنای انتشار سریع، و بس منهما، خداوند از این دو بس کرد،
منتشر کرد و تفریق داد رجالا کثیرا و نساء. حالا اون نفس و زوجش اسم بعدیاشون چی شد؟ شد رجال و نساء، رجالا کثیرا و نساء. خب عرض به خدمتون، مردان کثیری را و بسیاری را و نساء بسیاری را. حالا اینجا کلمه رجالن کثیرن میاد، اما نساءن کثیرن نمیاد به دنبالش. این معلوم همون کثیرنه. اسمع بهم و ابصر، یعنی ابصر بهم، این همون قرینه به اصطلاح که میگن حذف به قرینه، یعنی قاعده زبان اقتضا میکنه که دیگه کثیرن رو خدا تکرار نکنه، یعنی مردان بسیار و زنان بسیار. خب تا اینجا. حالا این سوال اصلی اینجا مطرح میشه، این شیوه خلق زنان بسیار و مردان بسیار، مگر نه اینکه شما الان ادعا فرمودید، مگر نگفتید که الان خداوند میگوید من نفس واحده و خلق منها زوجها؟ پس ما چند تا داریم اینجا الان؟ ما دو نفر داریم، از این دو نفر میشن 7 میلیارد نفر. خب ما گیری در این 7 میلیارد نداریم، ما گیر در اون 4-8 نفر اول داریم. آیا این خانواده دو نفره چطور شدن 8 نفره 10 نفره؟ این توالد و تناسل طبق چه قاعده‌ای در میان این ها شکل گرفت؟ بالاخره میگید فرزندان آدم به دنیا اومدن، خب بعد این فرزندان آدم با کی ازدواج کردن؟ اینا چطور منتشر شدن و خانواده های بعدی و نسل بعدی رو تشکیل دادن؟ آیا اینها خواهر و برادر ازدواج خانوادگی داشتن؟ آیا فرض دیگری برای این وجود دارند؟ 3 نظریه در اینجا وجود داره. بحث بسیار سنگینی است و حاجت به گفتگوی جدیتری دارد که انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب خدمت عزیزان در ادامه محفل تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان تلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.